گفتار ما تنها متوجه مریضا نیست، متوجه آدم های صحتمند هم است. چرا؟ به خاطر از اینکه تقریبا 80% مردم در طول عمر خود از کمردردی یا پایدردی رنج میبرند، شکایت میداشته باشند و یک مرضی است که قابل وقایه است. از این خاطر وقتی که میگیم که متوجه تمام مردم است، ای به ایمان است که کسایی که تالا شکایت ندارن از کمردردی داینده فکر خود بگیرن که مبتلا به این پروبلم یا این تکلیف نشون. خود کمردردی اصلا یک مرض نیست، مجموعی از اعراض و علائم است که یک جای میشه و باعث کمردردی میشه. پیش از اینکه در مورد کمردردی حرف بزنیم، بهتر است که بگیم که خود قسمت کمر از استخوان ها یا مورای کمر ساخته شده که مورا بالای هم قرار گرفته. در بین هر موری کمر یک ساختمان است به نام دیسک یا قرص بین الفقری قرار داره. غیر از او به اطرافش لیگامنت ها یا اوتار و عضلات، شبکه های عصبی یا رشته های عصبی قرار داره که اینا کلش میشه که سبب درد شوند. از این خاطر است که مرض کمردردی بسیار زیاد در بین مردم شایع است. بسیاری مردم یک وقتی که شما پرسان کنین که چرا کمردرد است یا چطور شد کمردرد شدی، شکایت میکنه که کار ثقیل کردم یا وزن سنگین بلند کردم یا حرکت بی جای کردم یا ای که دستنای کالاشویی یا دستنای کار ثقیل در منزل، خانه تکانی، جوروب کردن، نان در تندور پخته کردن، دی حرکات مریض شکایت میکنه که بعد از این حرکت پیش من تکلیف پیدا شد. و یا بسیاری مردم هستن که هیچ میگن کدام کار ثقیل یا کدام عمل انجام ندادیم که سبب فشار شده باشه. وقتی که آدم درست است جواب کنه میبینه که نفر است که پشت میز تمام روز میشینه. اما با پشت میز وقتی که میشینه چی میکنه؟ درست وضعیت خوب اختیار نمیکنن. مثلا کوب میشینن. بسیاری مردم عادت دارن که بالای میز خود چپ هم اندازن، کوب میشینن، یا ای که وقتی کمپیوتر کار میکنن امی استناد کمر خود حفظ نمیکنن و زیادتر به شکل خمیده قرار میگیرن که بالاخره به تدریج سبب کمردردی میشن. یک علت دیگام پوشیدن کفشای بکری بلند کیام سبب ازی میشه که مجبور شون امشیرای ما در وقتی که راه میگردن چون بوت کری بلند استفاده میکنن، امی انحنایی که در کمر وجود داره ایره به خاطر از ای که تعویض کرده باشن به تدریج سبب چی میشه؟ کمردردی میشه. و کار در منزل، دستنایی که مثلا پیش عرض کردم، لباسشویی بالای در وقتی که در آشپزخانه کار میکنن، جاروب میکنن، وضعیت درست نمیگیرن. در اثنای رانندگی بسیاری رانندار ما شما متوجه میشیم وقتی که رانندگی میکنن بالای اشترینگ خود خم میکنن و درایو میکنن، خصوصا که بسیاری درایورا عجله دارن که زودتر برسن، از او خاطر خود چپم میندازن و فکر میکنن که با این حرکت زودتر به منزل میرسن، در حالی که این یک وضعیت خراب سبب درد کمر میشه. از این خاطر خوب است که استادای محترم، والدین محترم توصیه کنن به اطفال عزیز که راست بشینن. و همچنان وقت کار میکنن بسیاری اطفال هستن در خانه متوجه هستیم خود بالای نوشته و کتاب اینا چپ هم اندازن که کوشش شود که برای اینا یک وضعیت مناسب یا میز یا اگر نمیتونن یک تختی را که بالای یک قطی یا صندوق یک چیز استناد داشته باشه بانن که طفل راست بشینه نوشته کنن. اگر که اینا خود خم میکنن و تدریج سبب کمردردی میشه. این مرض کمردردی تنها مرض کلانا یا مرض آدمای مسن نیست، نزد اطفالم دیده میشه، نزد اشخاص مسن هم دیده میشه، نزد جوانام دیده میشه و مرض است که در سن دیده میشه. از او خاطر تکلیف است که قابل وقایه است. خود ستون فقرات از مورای کمر یا فقرات تشکیل شده که در بین از این فقرات یک ساختمان است به نام دیسک یا قرص بین الفقری قرار داره. اگر ما یک حرکت بی جای میکنیم یا وضعیتی خراب میکنیم یا یک چیز به صورت نادرستش بلند میکنیم یا ای که وضعیت ما خراب است در اثنای کار چی در منزل باشه،
حتی دکتر صاحبا، خصوصا دکتر صاحبای دندان و دکتر صاحبای جراح که بالای میز وضعیت درست نمیداشته باشن، اینا هم سبب کمر درد میشن. تو نیست که دکتر کمر درد نمیشه یا پای درد نمیشه، اینا هم کمر درد میشن. از این خاطر خوب است که یک علت وضعیت خراب است، بلند کردن اشیای سنگین، انتقال اشیای سنگین، قرار گرفتن بالای میز یا محل کار به وضعیت خراب، اینا کلش اسباب کمر دردی میشه. ده پولی از اینکه دیسک، بیجا شدن دیسک مورای که قرار داره، این سبب کمر دردی میشه. و خوب است که ما بفهمیم که دیسک از دو قسمت ساخته شده، یک قسمتش که در قسمت مابین قرار داره این نرم است و اطرافش یک قسمت سخت است که بعض وقت می قسمت سخت پاره میشه و می محتویات وسط دیسک قوام تقریبا خمیر مانند داره این خارج میشه و این سبب فشار بالای رگای اعصاب و درد میشه. غیر از دیسک بعضا نرم شدن استخوان یا پوکی استخوان نزد اشخاص مسن یا اشخاص کاهل دیده میشه و همچنان تومورا و فیصدی بسیار کم تومورای نخای شوکی و تومورای جذرهای عصبی سبب دردهای کمر میشه و دردهای عضلی، دردهایی که از سبب مفاصل که در اینجا قرار داره، اینا کلش سبب کمردردی میشه. و همچنان درد در قسمت امراض التهابی یا میکروبی نیز به وجود میاد. عموماً تعداد زیاد مریضا، تقریبا 80-85% مریضا با تداوی طبی و فیزیوتراپی یک حیات نرمال خوب می داشته باشند، به شرطی که از حرکات که درد زیاد می سازد جلوگیری کنن، کار ثقیل نکنن، وزن سنگین بلند نکنن، بالای به سر سخت استراحت کنن و کارهای حرکات به جای انجام نتن. در صورتی که درد مریض خوب نشد، کرختی پاها و ضعیفی پاها و بیستی در پای پیدا شد یا مریض نتونست که را بگرده یا دستنای را رفتن لنگش پیدا کرد یا ای که کنترل نتونست مسرات خود، یعنی ادرار و مواد غایتی خود کنترل نتونست، یا کرختیش بسیار زیاد شد که مریض رنج میداد یا درد با تداوی طبی بهبود پیدا نکرد، در صورت است که دکتر تصمیم میگیره به عملیات جراحی. عملیات مختلف داره و امروز خوشبختانه که این عملیات ها در کشور ما امکان پذیر است. با عملیات مریض های یک حیات بدون درد سپری میکنن. پیشتر گفتم در بین مورای کمر ساختمان است به نام دیسک یاد میشه، وقتی که این به جای شد بالای نخا و بالای رگای اعصاب فشار وارد میکنه. در صورتی که تنها بالای ارامکس فشار وارد کنه سبب کمردردی میشه، در صورتی که بالای رگای اعصاب فشار وارد کنه سبب کمردردی و پایدردی میشه. بعض وقت است که تنها بالای یک رگ اعصاب فشار وارد میکنه و مریض در مسیر از امون رگ اعصاب درد حس میکنه که بزرگترین عصب ما عصب سیاتیک است. سیاتیک است که مریض درد در پشت ران خود، در پشت ساق و کف پای یا ای که درد در کنار ساق و پشت قدم شکایت میکنه، مربوط به ایست که کدام رگ اعصاب تحت فشار قرار گرفته و این درد به نام درد سیاتیک یاد میکنه. همچنان بعضا مریضا مراجعه میکنن که صرف پایدردی میداشته باشن و درد کمر نداشته باشن. وقتی که دکتر میگه یک پرابلم اصلی در کمر است، بر از اونا عجیب معلوم میشه که دکتر صاحب من خو تنها پایم درد میکنه، چرا شما میگین تکلیف در کمر است؟ علت حال بر شما واضح شد که رگای رشتای اعصاب در بین مورای کمر توسط همی ساختمان دیسک یا بعضا دیگه حوادثی که قبلا اشاره کردم تحت فشار قرار میگیره و درد به مسیر اعصاب انتشار میکنه. بسیاری وقت مریضا مراجعه میکنن به نزد شکستباندا، کسایی هستن که رگ میزنن، خون میگیرن، میگن که یه رگ نساس پای مریض شق میکنن، از بین شست مریض خون میکشن یا بعض مواد لنفاوی سکور خارج میسازن و داغ میمانن. خصوصا در شرایط امروز ما و شما که امراض چون مثل هپاتایتس یا التهاب جگر یا مرض ایدز و امراض سوری بسیار زیاد است که یه توسط خون اشیای ملوث به خون انتقال میکنه، از این خاطر این مریض امکان داره که با خون کشیدن یا شق کردن پای مریض یا داغ ماندن اینا امکان داره که مصاب یک مرض
سوری دیگه شوند که مثلا بدترین چنین مرض سردی سیا یا هپاتایتیس است که از دو خاطر توصیه ما است که کوشش کنند که اگر پیش دکتر مراجعه کنند نرن پیش ای کسایی که خون مریض میگیرن یا با پلای ناپاک یا با اشیای ناپاک داغ میمانن و شخ میکنن، اینا رو جلوگیری کنن که سبب یک مرض خدا نخواسته متحد شدگه نشون. و همچنان بسیاری وقت نزد چکسبند ها مراجعه میکنن. چکسبند بعضی از خواسته هستن که تجربه خوب دارن، معلومات خوب دارن، اینا با حرکات که انجام میتن بعضن از بیجوشدگی اینا نتیجه خوب میتن، اما بعضی از خواسته هستن که با فشار بالای کمر سبب کسر یا بیجوشدگی میشه که ما شاید چندین واقعیش هستیم که حتی سبب فلج شده، چون استخوان ها در سن زیاد پوک میشه، ضعیف میشه با حرکت بسیار زیاد، که خصوصا بعضی اشخاص که به نام شکستبند یا رگگیر هستن اینا با کوری پای خود یا با زانوی خود فشار شدید وارد میکنن سر کمر و سبب از این میشن که رگای اعصاب زیر فشار قرار بگیره یا کسر شوه و مریض دفتن از پای میمونه، فلج میشه. از این خاطر خوب است که زیادتر هموطنهای عزیز ما که از این تکلیف ها رنج میکنن رنج میبرن پیش دکتر سبا و متخصصین مراجعه کنن. کسره که شما دیدین ایگه یک چشم بود که به اصطلاح عامیانه‌اش کجی داشت از دو طرف چشما، و در صورتی که ما مریض یا هر شخصی که بساب باشه باید از که هر دو چشم معادل هم باشن که تا بتانن ببینن تا یک تصویر سه بعدی از همه اشیا و موضوعاتی که در چهار طرفشان هست بتانن که از او تصویر داشته باشن. بران در صورتی که اگر انسان با یک چشم خود میبینه و یک چشمش غیر فعال میباشه، مشکل است که تصاویر زخامت، عمق و بلندی یک چیز به شکل درست اونا بررسی بکنن. فقط این صرف از تطابق یا توافق دو چشم میتونه که همچه یک حالت به وجود بیه. اما وقتی که مریض یک چشمش کج میباشه با یک چشم میبینه، بعضا میتونه شده که تنبلی در چشمش به وجود بیایه و نتونه که تصاویر به شکل درست ببینه، و وقتی پیش ما مراجعه میکنن متاسفانه که نمیتونه که یک چشمش ببینه و یک چشمش نبینه. بنابراین در این صورت در صورتی که اگر مریض ها با وقت مشخص خود مراجعه بکنن، یعنی قبل از اینکه چشم ها تنبل شود یا اینکه مثلا قبل از اینکه شخص کاهل شود در سنین طفولیت مراجعه کنن، بهتر ریسپانس و نتیجه میگیرن. و مریضی که شما دیدین تقریبا در حدود 45 درجه الترنیت ایزوتروپیا داشت، یعنی یک چشم سنتر میشد و یک چشم خود کج میکرد و یک چشم باز که سنتر میشد چشم دیگه خود کج میکرد. بران عملیاتی که پیششون صورت گرفت الحمدلله موفقانه بود و مریض فوق العاده راضی است از این حرکت. و توصیه ما برای هموطنان ممی است که اگر خواسته باشن که دید نرمال داشته باشن، اطفال خود قبل از اینکه به مکتب میرن یک مرتبه، دو مرتبه یا سه مرتبه چشمشون رو چک بکنن. وقتی که در ایام مکتب طفل میره کدام مشکلی نمیداشته باشه و همچنان از تنبلی چشمشون میشه که جلوگیری صورت بگیره. و در صورتی که میبینن چشم طفلشان کج میباشه، هر چیز زودتر به هر دکتری که در نزدیکیشان هست مراجعه کنن تا که از مشکلات بعدی که رنج میبرن اکثرا طبقه جوان ما که چی دختر باشه و چی بچه باشه، در صورتی که اگر چشم ما سنتر باشه سر زیبایی شخص میتونه که بسیار زیاد رول عمده داشته باشه، و اگر یک چشم کج میباشه اشخاص رنج میبرن. بران این مسئولیت والدین است که در قبال اطفال خود دلسوزی داشته باشند و بتانند که بساب اطفال خوب با چشمهای بسیار مقبول و زیبا و دید بسیار خوب به جامعه تقدیم بکنند.